با سلام و درود بینندگان و شنوندگان گرامی، من رضا حسین‌پور هستم، از استودیو تلویزیون کلمه با شما صحبت می کنم. اتاق فرمان لطفا تصویرها رو به من بدید. مردمان شریف و دلاور ایران، همونطور که شاهد هستید اکنون مردمان ایران در سرتاسر این کشور در حال ساختن تاریخ نو ایران هستند، تاریخی که امیدوارم یک زمان پرشکوه رو آغاز بکنه و دوره ای رو در تاریخ ایران پدید بیاره که هرگز این مملکت تجربه نکرده. دوره ای باشه پر از شادی و شادمانی و رفاه و آبادی و آزادی و این دوران سخت و نکبت رو پشت سر بگذاریم. دوران سختی بود که 43 سال ثابت کرد که روحانیت شیعه ایران یک گروه دزد، قاتل، خونخوار و فاسد هستند. این یک امتحان بزرگی بود برای این طبقه که مردود شد و الان مردم دارند با تمام امکاناتشون تلاش میکنند که اونها رو از صحنه خارج بکنند. یک دختر نازنین، مهسا امینی، از کردستان رفته بود به تهران و در اونجا دستگیر شد و به قتل رسید. دختر کردستان تبدیل شد به دختر ایران و دختر تمام ایرانیان در سرتاسر جهان، به صورتی که تظاهرات نه تنها در ایران بلکه در سر تا سر جهان انجام شده است. بسیاری از رجال کشورهای بزرگ مهسا رو سمبل شهامت در ایران می بدونند. هنرمندان بزرگی در سر تا سر جهان اون رو سمبل یک حرکت قهرمانی می دونند. یکی از خوانندگان امریکایی جو واترز مطلبی رو گفت که بسیار جالب بود. گفت که او دختر من هم بود. ما همه با هم خواهر و برادریم. ما همه از یک فامیل بشریتیم. و در مقابل رنج یک دیگر باید رنج ببریم گر رو کمک بکنیم. و مهسا توانست این احساس انسانیت رو در تمام ایرانیان و در بسیاری از کشورهای جهان ایجاد بکند، جز روحانیت ایران. روحانیت ایران همچنان به حیوان بودنش، به ظلم کردنش ادامه میده. برای بررسی این مسائل و اینکه چگونه مهسا تبدیل شد به دختر ایران، سه مهمان رو دعوت کردم. آقای بیژن قبادی که خودشون کرد هستند، از فعالان سیاسی کرد هستند، سابقه دیرینه در کار سیاسی دارند. آقای ناصر بلیدهی دبیرکل حزب مردمی بلوچستان هستند که ایشون هم سالهاست که دارند مبارزه می کنند و آقای عبدالرؤوف ملازهی که ایشون هم بلوچ هستند. هدف من این بود که یک همبستگی بین مردم کرد و بلوچ که همیشه وجود داشته الان عملاً در این تلویزیون نشون داده بشه. تلویزیونی که هرگز درش تبعیضی نبوده، همه رهبران سیاسی ایران رو دعوت کرده و الان هم به این کار ادامه میده. امروز ما یه برنامه رو شروع کردیم. از یک ساعت پیش یک گروه از مهمانان آمدند و رفتند، آقای میرلاشاری، سرخوش و امیری، و اکنون این گروه هست و بعد از این برنامه ادامه پیدا خواهد کرد. برای شروع برنامه از شما تقاضا میکنم آقای بیژن قبادی، بفرمایید اوضاع و احوال در کردستان اول چگونه است و بعدن تأثیر این مبارزات متقابل مردم کردستان و ایران چگونه است؟ ضمن سلام خدمت شما و بینندگان و مخاطبین برنامه تون، خوشبختم که در خدمت شما هستم با عرایزی که خدمتتون عرض میکنم. این مسئله رو باید دو سطح بررسی کرد، یکی مسئله کردستان، یکی سرتاسر ایران.
مسئله کردستان همونجور که همون مطلعیم از بهمن 57 و خیلی دقیق تر درست از 12 فروردین 58 و ممانعت از استقرار صندوق های به اسم رفراندوم جمهوری اسلامی در کردستان با آری یا نه جمهوری اسلامی رو کردستان ماهیت خودش رو کردستان کلن خودش رو در مقابل جمهوری اسلامی سفرندی و مرزبندی خودش رو نشون داد و از اون زمان تا کنون بیش از 43 سال میگذره و جمهوری و کردستان همچنان سنگر مقاومت بوده در مقابل با رژیم جمهوری اسلامی. اما در روند تکاملی این جنبش در رابطه با کل ایران باید یکم به عقب‌تر بگردیم. شما قطعا مطلع این که در انتخابات سال 88 و جنبشی که به عنوان جنبش صد شناخته شد 3.5 میلیون نفر با آماری که خود رسانه‌های اعلام کردن در خیابان‌ها حضور داشتن و اعتراض کردن. اون موقع مردم می اومدن می گفتن رأی من کو؟ یعنی مردم در اون مقطع دنبال رأیشون بودن، هنوز از جمهوری اسلامی عبور نکرده بودن. بعد که جنبش سال 88 سرکوب شد اومدیم جنبش 96 رو داشتیم. در جنبش 96 بازم جامعه ایران از جمهوری اسلامی هنوز به اون صورتی که باید شاید عبور نکرده بود، نسبت به بعضی از عملکردش انتقاد داشتون بود که شعار نغزن لبنان جانم فدای ایران و قاطی یه سری شعارهایی که سال 57 رو پشت با ما با الله اکبر و نمیدونن یه سری اشعار مذهبی دیگه اینا رو ادغام کرد و بازم گفتم از جمهوری اسلامی عبور نکرده بود، نسبت به بعضی سیاستش انتقاد داشت. در سال 98 این مسئله فراتر رفت، جنبش تکامل بیشتری پیدا کرده. این بود که شعاری که اون مقطع مطرح شد مسئله اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا، یعنی مردم گفتن به جمهوری اسلامی ما دیگه از این بازی های شما خسته شدیم، ماهیت شما رو شناختیم و این شعار رو سر دادن و با مجموعه مسائلی که پیش اومد و سرکوب و خشونتی که جمهوری اسلامی اعمال کرد و فشارهی که اون مردم آورد، نهایتا جامعه ایران جامعه‌ای بود که مرتب در حال تکامل بود، در حال بلوغ سیاسی بود خودش و بیشتر ماهیت جمهوری اسلامی رو میشناخت و به عنوان یه انبار بارود منتظر یه جرقه بود. مسئله مرگ مهسا امینی یا ژینا این فرصت رو برای مردم فراهم کرد که بتونن داد خودشون و فریاد خودشون رو سر جمهوری اسلامی خالی بکنن و جمهوری اسلامی رو در عرصه بین المللی با حرکتی که کردن رسوا بکنن. و خوشبختانه این مسئله با توجه به مجموعه مسائلی که بود از کردستان جرقه زده شد و خوشبختانه چون زمین مستعد بود تمام ایران با کردستان همراه شد و این مرحله دیگه یه سری شعارای عنوان شد و این اوج تکامل جنبش اخیر رو یعنی جنبش 401 رو داره میرسونه. اونم اینه که جامعه ایران از اصلاح طلب و اصول را عبور کرد، دیگه گفت کار دیگه تمامه، از خود نظامه. این شعار رادیکالیه. مسئله دومی که باید به عنوان محور موضوع بهش نگاه کرد مسئله حضور برجسته زنان و دختران بود که رهبری جنبش رو بردوش کشیدن و اقداماتی که اونا کردن جمهوری اسلامی رو رسوا کردن. مسئله دیگه‌ای که بود مسئله عبور از نوستالژی بود، یعنی مردم دیگه شعارهای در رابطه با نظام قبل از جمهوری اسلامی و رضا شاه روحت شاد و یه سری مسائل کلیشه‌ای که از گوش و کنار القا می‌شد از اونا هم عبور کرد، دیگه از نوستالژی عبور کرد. مردم ایران جامعه ایران به کلی به این نشی هستن که نگاهی رو به جلو داشته باشن نه به عقب برگردن و این همین نگاه رو به جلو یعنی دیدی که نسبت به جلو داره مایه امید و مسرت برای جامعه ایران. مسئله دیگه که بود دیگه از شعارهای مذهبی هم عبور کرده، یعنی اون قداستی که گروه خاصی از باورهای مذهبی برای مردم تراشیده بودن اونا رو در اون کلیشه به اصطلاح زندانی کرده بودن، این کلیشه هم در هم شکستن، این بربست هم شکستن، این مانو از سر داشتن دیگه میبینیم پشت بام رفتن و شعار الله و گرمیزام خبری نیست. مردم اومدن به صورت عینه دارن مطالبات خودشون مطالبه میکنن و همان گونه که گفتم امروز سرتاسر ایران در بر گرفته. اگه ما میخوایم موافق باشیم در این عرصه لازمه چند عدد و رقم کنار هم بذاریم. جمعیت ایران 83 میلیون طبق آمارهای تقریبا رسمی
این 13 میلیونش بگیم خارج از کشورن و آوارن و این مسائل، 80 میلیون که 70 میلیون که داخل ایرانن، این 70 میلیون ما 20 میلیون رو کنار بذاریم که مریضن، ناتوانن، جو مسائلی هست، 10 میلیون هم که عوامل رژیم هم نیست، 30 میلیون از 70 میلیون کم میشه میشه 40 میلیون. ما اگه بیاییم همون حرکت هایی که این روزا خوشبختانه و حتی الگوش و دیشب تهرانی ها از اشنگه ها گرفتن، محلات مختلف شهر رو تصرف بکنن، در اختیار بگیرن، منطقه آزاد بکنن، هرچند برای چند دقیقه هم باشه، این خود به خود مایه تقویت روحیه مبارزان و نیروهایی که تو میدون حضور دارن و به ذات جمهوری دارن مبارزه میکنن. و الان رسالتی که ما بر دوش داریم اینه، یعنی ما محکومیم، محکومیم، جامعه ایران الان محکومه یا تن به خفت و خاری رژیم 44 ساله جمهوری اسلامی برای مدت نامحدودی بده یا ناچار از جمهوری اسلامی عبور بکنه، و ما قطعا باید راه دوم یعنی عبور از جمهوری اسلامی رو در پیش بگیریم، چون راه دیگه ای نداریم. اگه تن به راه اولی بدیم، ما روزانه داریم میمیریم، روزانه با عناوین مختلف، با شکنجه، با تبعید، با ترور، با اعتیاد، با نمیدونم برخوردهای امنیتی، با انواع شیوه ها داره ما رو میکشن. پس ما ناچاریم درصد مشخصی قربانی بدیم که جمهوری اسلامی بیرحمانه کشتار میکنه، ولی برای عبور از جمهوری اسلامی ما ناچاریم، یعنی محکوم به این امریم و باید از جمهوری اسلامی عبور بکنیم. و خوشبختانه الان شرایط جمهوری سرتاسر ایران بله. در موجی از التهاب بس میبره و ما باید این مسئله رو فال نیک بگیریم و فراخان بیشتری بدیم که طیفای وسیع‌تری از مردم دخالت داشته باشن. مثلا الان اگه ما بتونیم روی مسئله مانور بدیم که اعتصابات در ایران شیوع پیدا بکنه و همگام این نیروها باشن، کلا نیروهای جمهوری اسلامی، نیروهای سرکوبگری که داره تعدادشون محدود و مشخصه، و ما باید با شیفت کاری که میذاریم بین خودمون، نیروهای مبارزه میدانی، با شیفت، با تقسیم کاری که میکنیم، شیفتایی که میذاریم شب و روز رو به هم وصل میکنیم، با شیفتای متعددی که داریم نیروهای محدود جمهوری اسلامی رو، نیروهای سرکوبگرش رو فرسوده بکنیم، و قطعا با اعتصاب عمومی بازار باشه، نیروهای کارگری باشه، کارخونه ها باشه، اینا باشه. و ما الان بله الان صدای شما رو دارم، الان صداتون رو دارم، بفرمایید. بله آقای قبادی، سوال این هست که شرایط مبارزه رو الان چگونه ارزشیابی میکنید؟ فکر میکنید که چه مراحل دیگری رو باید طی بکنیم تا به پیروزی کامل برسیم؟ به نظر میرسه که همبستگی کاملی بین تمام مردمان ایران در داخل پدید اومده، بنابراین اون شرایطی که همیشه گفتند برای موفقیت اتحاد هست، الان اتحاد پدید اومده. شما انتظار دارید که این مبارزات چه مراحل دیگری رو طی بکنه تا به پیروزی کامل برسیم؟ الان بله ما نیروی میدانی وسیعی داریم، از سراوان تا مرز ترکیه، از اسفراین تا خرمشهر، ما به صورت زردری در نظر بگیریم یا به صورت به اضافه، سرتاسر ایران در بر گرفته، جایی نیست از ایران که این مسئله توش صورت نگرفته باشه. ما باید بر این پایه استوار بکنیم کارامونو که دعوت بکنیم مردم بیشتری حضور داشته باشن، هرچی مردم بیشتر حضور داشته باشن، اقشار و صنفای بیشتری درگیر بشن، و ما نیاز به حرکت پشتیبانی داریم. این پشتیبانی ما نباید انتظار داشته باشیم کشورهای خارجی بیان، چون قطعا هر کشوری به دنبال منافع ملی خودشه، و این مسئله هم کاش که تو ایران هم بود و سران رژیم تهران به دنبال منافع ملی مردم بودن. ما باید تنها نیروی که بهش باید متکی بشیم نیروی خودمون و مردم خودمونه، و این اتحاد هماهنگی که خانه‌ها جرقش با خون یه دختر کرد زده شد و انبار باروت رو منفجر کرد، الان چیزی که ما نیاز داریم سایر اقشار و صنوفه. اگر این چند سال ما در نظر بگیریم، ما واردات پراکنده زیاد داشتیم، اصناف به صورت جداگانه می اومدن، کارگرا بودن، کارگرای فلان شرکت فلان کارخانه، معلمان، راندگان کامیون، دانشجویان، نمیدونم بازاریان، کشاورزان، هر کدوم از اصناف جداگانه می اومدن. این مقطع که خیلی وسیعی و طیف وسیعی از جامعه، مخصوصا زنان و جوانان که دو نیروی مؤثر رو تعیین کنندن تو این جنبش، حضور میدانی دارن و
حضورش هم کاملا اکتیوه. ما نیاز به این داریم هماهنگی درست بکنیم بین این جنبش ها که حرکت همگامی رو شروع بکنن. الان اگه مثلا بازار شهرها بیان، حتی اگه نمیتونن برای یک هفته اعتصاب بکنن، اگه میتونن بیان برای یه روز، هم به صورت نمادین هم شده، بیان یه روز مشخص رو اعلام بکنن، بگن فلان روز بازاریان تهران، بازاریان شیراز، بازاریان مشهد، اصفهان، نمیدونم، یا بازاریان کل تهران به خاطر حمایت از مبارزات مدنی و مبارزات مردم و پشتیبانی از مبارزات مردم و نیروی میدانی، ما اون دکان و بازار رو تعطیل میکنیم. اگه کارگران صنعت نفت و سایر کارخونه ها و مراکز کارگری بیان، حتی به صورت نمادی هم شده، این مسئله رو عنوان بکنن، یواش یواش این گسترده‌تر میشه و میتونه با یک اعتصاب سرتاسری ما شر رژیم و از سر خودمون کوتاه بکنیم و نجات پیدا بکنیم. الان جمهوری اسلامی بر سه رکن استواره: قانون اساسی جمهوری اسلامی، ولایت فقیه. این سه رکن دست برای هر کدومشون ببری، دو ستون دیگه میریزه. و خوشبختانه امروز مردم از ترکیب بندی و نمیدونم تفکیک جناح و اینا گذشتن، کل ماهیت جمهوری اسلامی رو شناختن و از جمهوری اسلامی عبور کردن. این شعاری که گفتم همین روزهای اخیر دارن میدن، تو این جنبش اخیر دارن میدن، کار دیگه تمام از خود نظامه، این شعار رادیکالیه و ما باید این وفالنه بگیریم که جامعه ایران به این حد از بلوغ سیاسی رسیده و نیروی میدانی که از گفتم زنان که به درازای حکومت جمهوری اسلامی همیشه مورد ستم و ظلم چنگانه بودن، هیچ حقی برای اونا قائل نبودن، و نیروهای جوانی هم که هستن، نیروی جوانی که الان در میدونه، نیروهای دهی افتادی و دهی هشتادی، اونایی هم که در ساختار و سیستم جمهوری اسلامی با سیستم پرورشی و حفاظتی و حراستی و نمیدونم بگیروندی که تو سیستم آموزشی بوده بار اومدن، و این نسل نمیتونه، یعنی برای خودش هم رام شدنی نیست. این جنبش بنیانکنیه دیگه، از اون طیف محافظه‌کاری که به خاطر بعضی ملاحظات اقتصادی یا روزمرگی زندگی بخواد ملایمت نشون بده، یه جور لاک محافظه‌کاری بکشه رو سر خودش که نکنه مسئله پیش بیاد، دیگه جامعه ایران از اون حد گذشته. الان ما چیزی که نیاز داریم، خوشبختانه سیاستی که جمهوری اسلامی داشت برای ایجاد تفرقه بین مردم و همون چیزی که سایر دوستان اشاره کردن، مثلا تجزیه طلبی و این شعارا، این من نیستم باید عدم تجزیه طلبی خودم رو ثابت کنم، این ساختار مرکزی، ساختار سیاسی مرکزی باید حسن نیت و برادری خودشون رو من ثابت کنه. من حقی ازم زایی شده، دنبال حقم هم. هر کسی میخواد این حقو بده، من مشکلی باش ندارم، باش مدارم یا باش کنار میام، ولی کسی که منو انکار میکنه، منم ناچارم به اون بجنگم. و خوشبختانه امروز گفتم مردم از این مسئله عبور کردن، ماهیت جمهوری اسلامی رو شناختن و ما باید از این سیستم عبور بکنیم. راه عبور از این سیستم هم همون گسترش هماهنگی و اتحاد سرتاسری در ایران و به میدان کشیدن سایر اقشار و صنوف و مسئله که از دستگاه سرکوب بعضی از اونا هم خوشبختانه دو سه روز یه دوچار ریزه شدن، و این مسئله رو ما باید به فعال نیج بگیریم و روی مسئله مانور بدیم که نیروهای سرکوب بیشتر دوچار ریزش بشن و ماشین سرکوب رژیم از یه طرف واریزشی که حاصل میشه و از طرف دیگه با فرسودگی که ما با حضور میدانیمون، با حضور آتیمون در میدان داریم، اینا رو کاملا فرسوده و زمینگیر بکنیم. ممنونم آقای قبادی.